بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر 17 هست و در این قسمت از کمیونیکیشن فرام ادر اپلیکیشنز بحث میکنیم، یعنی این که ما چطور میتونیم از یک اپلیکیشن و اپلیکیشن دیگر ارتباط رو برقرار کنیم، یعنی دیتا در سیکویل سرور باشد و بعدن کمیونیکیت کنیم از طریق یک پروگرام دیگر دیتا خود را اکسس کنیم. چطوری کار را کرده میتونیم، مثلا از مایکروسافت اکسس، اکسل و غیره چطور میتونیم کمیونیکیشن رو برقرار کنیم و دیتایی که در دیتابیس ذخیره هست آن را اکسس نمایم یا دسترسی به آن پیدا کنیم. خب در این قسمت چیزی داریم به نام ODBC. ODBC که هست از Open Database Connectivity گرفته شده هست و این در حقیقت یک API هست، یعنی Application Programming اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس هست یا یک میانجی هست که رابطه را برقرار میکنه بین دیتابیس و یک کلاینت. کلاینت به این معنی که یک اپلیکیشن دیگر، یعنی اگر میخواستیم که بین دیتابیس خود و یا اپلیکیشن دیگر رابطه را برقرار کنیم، از ODBC استفاده میکنیم یا ODBC هم رای ما کمک میکند که رابطه را برقرار کند. و ODBC یکی از استانداردها هستند، یعنی API هست، یعنی اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس هست یا میانجی هست. خب حال میانیم چطور رابطه را برقرار کرده میتوانیم بین سیکول سرور و یا اپلیکیشن دیگر. خب بخاطر از اینکه رابطه را برقرار کرده باشیم، در این قسمت میانیم Start Menu، میریم به Control Panel و در اینجا Administrative Tools داریم و اینجا در حقیقت ODBC یعنی Open Database Connectivity. بالا از این دبل کلیک میکنیم، این صفحه ظاهر میشود و در اینجا دو آپشن داریم، یکی User DSN هست و یکی System DSN هست. خب اگر System را انتخاب کرده باشیم، باز در این قسمت Connectivity ما را همه استفاده کرده میتوند یا همه به او دسترسی پیدا کرده میتوند، لیکن اگر User باشد باز وابستگی به اون User خاص پیدا میکنه، تنها همان User از آن Connectivity استفاده کرده میتوند. خب هم در این قسمت میگیم که Add و اد که گفتیم در اینجا میایم اسکول سرور رو پیدا میکنیم. در این قسمت اسکول سرور هست و فنشت برش میگیم و در اینجا یک نام میتیم برای کنکتیویتی خود، مثلا نام رو تست گذاشتیم و در اینجا نام اسکول سرور رو باید انتخاب کنیم، مثلا زمانی که ما کنکشن رو برقرار میکنیم در این قسمت. خب مثلا این نام رو از پیش ما میخواد، این نامی که در اینجا هست ای کدام نام هست، این نام رو از پیش ما میخواد و این نام رو باید در اینجا برش وارد کنیم. یا بای دیفالت اینجا را اگر انتخاب هم کنیم نام را شناسایی میکند و برای ما نام را میدهد. میتونیم که لوکال هم استفاده کنیم و یا خود نامش را استفاده کنیم به ترتیب. خب بعدا نیکست میگیم، صفحه بعدی می دو آپشن در اینجا بر ما میدهد. خب در زمانی که ما سیکول سرور را انتخاب میکردیم، دو انستال میکردیم، دو آپشن داشتیم، یکی این که ویندوز اتنتیکیشن بود و یکی سیکویل سرور اتنتیکیشن بود. سیکویل سرور رو اگر انتخاب کنیم، پس از ما یوزرنیم و پسورد رو میخواید که با آن به سیکویل سرور ما لاگین میشیم، لیکن اگر ویندوز اتنتیکیشن رو انتخاب کنیم، در حقیقت همان یوزرنیم و پسوردی که ما بر کامپیوتر خود لاگین شدیم همان کفایت میکند و یوزرنیم و پسورد رو از ما نمیخواد. خب ما ویندوز اتنتیکیشن رو انتخاب میکنیم و بعدا نیکست میگیم. این صفحه ظاهر میشود، در اینجا چینج دی دیفالت دیتابیس، ما در اینجا میگیم دیتابیس رو چینج میکنیم که بای دیفالت ماستر هست، میگیریم به ATVI تبدیلش میکنیم. خب ATVI رو انتخاب کردیم یا دیتابیس ATVI رو انتخاب کردیم و بعدا این آپشن هایش رو تغییر نمیدهیم. من نیکست میگیم، این صفحه ظاهر میشود و بعدا هم نیکست میگیم. اینجا من میخواستیم که ببینیم که واقعا کنکشن برقرار شد یا خیر، بالای از این کلیک میکنیم و در اینجا بر ما میگید که کنکشن سکسسفولی کمپلیتد شد یا کنکشن برقرار شده، مشکلی ندارد. خب بعدا اوکی میکنیم و در اینجا هم ایرا اوکی میکنیم، کنکشن برقرار شده و فعلا میایم مثلا اکسس رو باز میکنیم یا مثلا اکسل رو باز میکنیم. ترتیب اکسل را که باز کردیم، میم در این قسمت اگر خواسته باشیم دیتا را از اونجا در اینجا انتقال بتیم در قسمت دیتا می، در اینجا آپشن داریم که From Other Sources، بالا از این کلیک میکنیم، در اینجا دو آپشن، از این هم استفاده کرده میتونیم و از این آپشن هم استفاده کرده میتونیم.
خب اگر آپشن اولی را ببینیم به این ترتیب بالا از کلیک میکنیم و اینجا در حقیقت نام را از سرور نامش را از پیش ما میخواد که نام سرور چی هست. من اونش میکنم که نام سرور ما سونی هست و بالا از او کلیک میکنیم. در غیر از او اگر سرور اتنتیکیشن باشد وزیر انتخاب میکنید، در اینجا یوزرنیم و پاسورد را برش میدهید. خب ما ویندوز اتنتیکیشن را انتخاب کردیم و بالاخره نکس میگیم. کنکشن برقرار می شود و بعدا از تیبل خود دیتا را انتخاب می کنیم و در اینجا بر ما نشان می دهد. خب وقت را در بر می گیرد این که خب چرا چی مشکل داشت سونی پی سی نوشته می کنیم. بله کنکشن برقرار شد. کدام تیبل را خواسته باشیم؟ میخواستیم که دیتابیس دیتابیس سی تی وی آی هست. در اینجا کدام تیبل را میخواستیم؟ تیبل خود را انتخاب میکنیم. مثلا خب در اینجا امپلای انفو داشتیم، تیبل خود را دریافت میکنیم. امپلای انفو برای در این قسمت نیکست میگیم. در اینجا همه دیتایش آمد، فیلد هایش را انتخاب میکنیم و بعدا میگیم که فنشت. خب حال میگه که به شکل کالم باشد و چند آپشن دیگر هم دارد. میگیم به شکل تیبل باشد، ساری به شکل تیبل باشد. بله این انتخاب میکنیم و بعدا میبینیم که همان ریکارد هایی را که ما در آنجا ذخیره کرده بودیم در اینجا بر ما نشان داد. ریکارد 10 11 12 13 به ترتیب و در اینجا فرست نیم، لاست نیم، جاب، آدرس، سالری، دپارتمنت نمبر همش رو به ترتیب بر ما در اینجا آورده است. و اگر میخواستیم از طریق دیگر همین کار را کرده میتونیم. در اینجا میایم یا رایت کلیک میکنیم و در ای آپشن میایم. اینجا بالا از کلیک میکنیم. خب در اینجا نام که ما کنکتیویتی کردیم اون نام را انتخاب میکردیم، تست برش داده بودیم نام را و بعدا اوکی مینامیم. در اینجا میایم تیبل خود را انتخاب میکنیم. نام تیبل ما چی هست؟ امپلای انفو هست. این را انتخاب میکنیم و بعدا در اینجا اد میسازیم. خب همه کالم هاش را در اینجا برای ما علاوه کرد و بعدا میگیم که نیکست. خب اگر میخواستیم که ترتیب و تنظیم بعضی روها را انتخاب کنیم including روز بیر شرایط اگر وضع میکنیم در اینجا در غیر زو میگیم که نخیر نیکست. اگر میخواستیم که تنظیم و ترتیب کنیم به اساس مثلا میخواستیم به اساس ascending و یا descending ترتیب کنیم و بعدا توسط نیم میخواستیم ascending descending ترتیب کرده میتونیم و بالاخره نیکست میگیم. و در اینجا خب return data to Microsoft Excel این انتخاب میکنیم و finished برش میگیم. باز هم همان آپشن قبلی در اینجا داده شد، میگیم که table باشد و در اینجا next میگیم. ولی data را به این ترتیب برای ما در اینجا آورده است. و اگر میخواستیم data را در access نیز بیاریم، در access همین کار را کرده میتونیم. نوشته میکنیم که access را باز کو. یکی از دیتابیس ها را انتخاب میکنیم، داخل میرویم. خب داخل که آمدیم در اینجا میتونیم که بیایم به اکسترنال دیتا و در اینجا در اکسترنال دیتا اینجا ODBC داریم. بالا از کلیک میکنیم و این صفحه ظاهر میشود. اگر میخواستم لینکش را برقرار کنیم این که دیتا در اینجا ذخیره شود، در اونجا هم رابطش برقرار باشد، در اونجا هم دیتا وارد شده باشد، به این ترتیب نیکست میگیم. و در این قسمت میاییم نام برش میتیم. کدام نام رو ما انتخاب کرده بودیم؟ خب گفتیم که سیکول سرور ما هست. بله سیکول سرور. و در اینجا همان نام رو برش میدهیم. کدام نام رو که ما برش داده بودیم؟ یک نام برش انتخاب میکنیم، هر نامی که باشد. مثلا نوشته میکنیم که سمپل و بعدا نیکس برش میگیم، فنش برش میگیم. حال در اینجا دیتابیس را نامش رو انتخاب کردیم، نیکست میگیم. خب ویندوز اتنتیکیشن باشد، بله میگیم نیکست. در این قسمت تیبل رو چینج، دیتابیس رو چینج میکنیم به ای تی وی آی، نیکست. خب اینها رو تغییر نمیدیم، نیکست. بله کنکشن برقرار شده، درست هست، اوکی. و در اینجا هم اوکی مینامیم. بعدا در اینجا میگیم تیبل خود رو انتخاب میکنیم، تیبل ما ای هست. بعدا میگیم اوکی، تیبل چی شد؟ انتخاب شد و آمد، در اینجا آمده است. حالا اگر این را اوپن بگیم به این ترتیب رابطه هم برقرار هست. حالا اگر میخواستیم ریکارد 14 هم را در اینجا وارد کنیم، نوشته میکنیم که شمس هست و کریمی تخلص میکنه، تیچر هست.
و در اینجا نوشته میکنیم آدرسش کابل هست، دپارتمنت ICT مربوط میشود و 300 سالری دارد و کمیشن هم 10 افغانی دارد. خب حال اگر میخواستیم، خب اینجا شمس فکر میکنم که دوپلیکیت کدام ریکارد را وارد کرده باشیم، دوپلیکیت دیتا را نمیگیرد. خب سیف میگم 14 هم ریکارد در اینجا هست، پس این را به چند تبدیل میکنیم؟ به 15 تبدیل میکنیم. بعدا این را سیف میکنیم و کلوز میکنیم. 16 15 هم هست. خب یک ریکارد بعدی را میگیریم، 20 میگیریم باش. 20 خو نداریم، 18 داریم مکزیمم و این میخواستیم 19 باشد. 19. حالا اگر سیف کنیم ریکارد را، ولی ریکارد سیف شد، این را کلوز میکنیم. این را هم اگر کلوز کنیم و بعدا خب این را کلوز میکنیم، دونت سیف برش میگیم. حالا اگر به سیکویل سرور گیم کنکشن را برقرار کنیم، در این قسمت بخش کیوری بیم، یوز ETBI و اکسیکیت کنیم و بعدا نوشته کنیم که select all from employee info و ای را سلیکت نماییم و بعدا اجرا کنیم، ببینیم که ریکارد 19 هم آمده یا نه. ولی ریکارد 19 هم را که ما در اکسس وارد کردیم در اینجا آمده است. و به این ترتیب کنکشن را برقرار میکنیم بین دیتابیس و اپلیکیشن های دیگر توسط ODBC Open Database Connectivity. خب انشالله که فهمیده شد، مشکلی نداشت. خب تشکر، خدا حافظ.